همه جایگزین گزینه‌ای برای فرزنددار شدن. آیا حقوق مادر و کودک مشخص است؟ نگاهی به موفقیت زنان در معماری، گفتگو با حبیبه مجدآبادی. و تجارت آنلاین، راهی نو برای فعالیت اقتصادی زنان افغان. سلام، خوش آمدید به برنامه خبرنگاران این هفته. فقدان رحم، قطع شدن زود هنگام پریود در سنین پایین، ابتلا به سرطان، بیماری قلبی و سقط‌های مکرر از جمله دلایلی است که زنی امکان حمل جنین را در رحم خود نداشته باشد. سال‌هاست که علم و تکنولوژی این امکان را در اختیار زوج‌هایی که به این دلایل نمی‌توانند بچه‌دار شوند گذاشته تا از طریق رحم زن دیگری اسپرم و تخمک خود را بارور کنند. با اینکه بیش از 10 سال از مجاز شدن اجاره رحم در ایران می‌گذرد، هنوز قانون و نظارتی در این باره وجود ندارد. حقوق اجاره کننده و اجاره شونده و کودک به درستی روشن نیست و طرفین ماجرا ممکن است درگیر پیچیدگی‌های اجتماعی، فرهنگی و حقوقی شوند که هیچ تصوری از آن نداشتند. جزئیات بیشتر از مریم افشنگ. زن و شوهری می‌خواهند بچه دار شوند. زن به ده‌ها دلیل توانایی حمل جنین را در رحم خود ندارد. اما زنی دیگر می‌تواند رحم خود را در اختیار او بگذارد. تخمک و اسپرم زن و شوهر در رحم زن دیگری جای می‌گیرد و 9 ماه میزبان جنین آنها می‌شود. بعد از آن فرزند به دنیا آمده به پدر و مادر داده می‌شود. در ظاهر همه چیز ساده به نظر می رسد، ولی روابط انسانی، اجتماعی، اقتصادی و حقوقی بسیار پیچیده‌ای پشت این ماجراست. قانون در مورد رحم جایگزین یا رحم اجاره‌ای در کشورهای مختلف متفاوت است. در بعضی کشورها نمی‌توان بابت اجاره رحم پول پرداخت، مانند بریتانیا، ولی در بعضی کشورها این کار قانونی است. در ایران نزدیک به 15 سال است که بستن این قرارداد و اجاره دادن رحم قانونی است. هرچند بین فقها از نظر شرعی اختلافاتی وجود دارد و قانونگذار هم قوانین مشخصی در این باره ندارد. کلا ما قانونی رو نداریم که این موارد رو پیش بینی کرده باشه که رحم اجاره‌ای چی هست و چجوری انجام میشه، طرفین چجوری باید به توافق برسن، حتی در مورد نحوه انجام این توافق که چی کار باید بکنن. قانون خاصی در این مورد متاسفانه وجود نداره، مراحلش رو پیش بینی نکرده، طرفین باید خودشون به توافق برسن. تنها قانونی که در این مورد داریم ما قانون مدنیه که میگه قراردادها قابل احترام هستن و الزام آور. در ایران در اکثر مواقع زنان به دلیل فقر تکه‌ای از بدنشان را به زن و شوهرهایی که امکان بچه دار شدن ندارند اجاره می‌دهند. قوانین انگلیس به این ترتیبه که اگر خانومی بخواد این کار را انجام بده باید کاملا از همه لحاظ خونش آزمایش بشه، بدنش تحت آزمایشات متعدد قرار بگیره که بدونن این کار رو میتونه انجام بده. چون میدونین اون خانم باید یا دارو بگیره، باید داروهای هورمونی بگیره که رحمش آماده بشه، یا توی نچرال سایکل میتونه، یعنی سایکلای طبیعی بذاره. بعد اینها مثلا HIV نباید داشته باشن، تمام این تستای بیماری عفونی رو میکنن قبلش از خانم، چون ممکنه یه سری بیماری هست که تو اگر به بچه بدی، مثلا اگه شما خود نکرده ایدز داشته باشین، اون به بچه میگیره. در نتیجه تمام این آزمایش ها انجام میشه. بعد از لحاظ سایکولوژیکالی میان مادری رو که قرار این بچه رو حمل کنه نگاه میکنن، خانوادهش رو نگاه میکنن که ببینن چند تا بچه داره، چجوری تحت استرس قرار میگیره یا نه. میدونین همه اینا به خاطر اینه که انسانیت میگه باید این خانم به زور این کارو نکنه، بلکه خودش بخواد بکنه. در ایران مراکز ناباروری هستند که زوجها می توانند تحت نظر آنها پروسه رحم اجاره‌ای و قرارداد را طی کنند. البته باید دو طرف در این قرارداد توافق داشته باشند. ولی نهاد خاصی که این قراردادها را تنظیم کنه و ناظر به این قراردادها باشه متاسفانه وجود نداره و همین باعث بروز یه مشکلات عدیده ای شده و الان بازار دلالا در این مورد واقعا داغه.
یه کورسایی هست که قبل از اینکه برن این قبول کنن که سارگیت بشن میتونن برن اون تو اون کورسا باید شرکت کنن که توی مثلا آخر هفته دو روزه که اینا بدونن دقیقاً چه حقوقی دارن و چه مسائلی رو باید فالو کنن، یعنی اجرا کنن. یعنی نمیتونن برن مشروب بخورن، سیگار بکشن، شب بیدار، خوابیای متعدد داشته باشن. تمام این مسائل رو بچه اثر میذاره. مثلا شما یک کلینیکی دارین که میاد این کار رو برای خانومی میکنه، درسته؟ اون کلینیک حدود فکر کنم دو تا کتاب باید فقط فرم پر کنن تا بتونن به اون مسئله برسن. رحم جایگزین قراردادی یکی دو روزه نیست و حتی بیش از 9 ماه زمان میبرد، چه برای آزمایش‌های اولیه و چه حتی برای دوران شیردهی. در این مدت هزاران اتفاق ممکن است رخ دهد. زنی که جنین را حمل می کند ممکن است دچار درگیری های عاطفی عمیق شود و بخواهد کودک را برای خود نگه دارد. زن و شوهری که خواهان فرزند بودند ممکن است به دلیل اختلافات و یا دلایل دیگر از داشتن کودک منصرف شوند. ببینید، اگر قراردادشون به صورت رسمی تنظیم شده باشه، با توجه به این که تو قانون مدنی ما گفته قراردادی که به صورت خصوصی بین اشخاص منعقد میشه، ماده 10 قانون مدنی گفته الزام آوره، خب طرفین میتونن این قرارداد رو به دادگاه ارائه بدن و اونجا حق و حقوقی رو که میخوان مطالبه کنن. منتها دادگاه ممکنه اصلا بر اساس این قرارداد هم نتونه فصل اختلاف بکنه، یه چیزایی باشه که اصلا تو توان دادگاه نباشه، چون قانون خاصی در این مورد وجود نداره. وقتی صحبت از رحم جایگزین میکنیم، حرف از قراردادی میزنیم که شامل پیچیده ترین روابط انسانی بین دو طرف و بعد از آن کودکی میشود که با این قرارداد پا به دنیا خواهد گذاشت. یک طرف زنی است که شرایط جسمیش اجازه حمل جنین را به او نمیدهد و شاید تحت فشارهای اجتماعی سنتی برای مادر شدن به سراغ زن دیگری میرود. طرف دیگر زنی است که نقش مادر میانجی را بازی میکند. این زن دیگر در بسیاری موارد به دلیل فقر و حتی در مواردی به اجبار شوهر برای کسب درآمد رحمش را اجاره می‌دهد. برخی از حقوقدان‌ها می‌گویند در کشوری مانند ایران که قانون سفت و سختی وجود ندارد، باید راهی پیدا کرد که سلامت جسمی این زن و سلامت روان او و دغدغه‌هایش در نظر گرفته شود و قانونگذار باید تلاش کند تا راه هر نوع سوء استفاده از او و زن دیگری که در انتظار کودکش هست را ببندد. معماری رشته‌ای است که هرچند زنان بسیاری در آن تحصیل کردند، اما در صف معماران نامدار کمتر نام زنان به چشم می‌خورد. در طول سالیان متمادی این رشته مردانه بود و عملاً تا پایان قرن 19 میلادی زنان هیچ نقشی در این زمینه نداشتند. جایزه پریتزکر به نوبل معماری مشهور است که در طول کار 39 سالش تنها یک بار به یک زن معمار اهدا شده، آن هم به زاها حدید معمار مشهور. اما با تمام مشکلات، رشد و موفقیت زنان در رشته معماری را نمیتوان نادیده گرفت. در ایران هم معماری از رشته‌های مورد علاقه زنان است و تعداد زنان دانشجو در این رشته بیشتر از مردان است. آناهیتا شمس پای صحبت یکی از این معماران زن نشسته. معمار بودن بیشتر از یک تایتل شغلیه. به نظر من معمار بودن یک سبک زندگیه. وقتی که شما معمار هستی فقط تو دفتر کارت شغل تموم نمیشه، برمیگردی خونه داری بهش فکر میکنی، بعد شب میخوابی داری بهش فکر میکنی. سال 80 که شروع کردم در واقع خودمو با مسابقات معماری یه مقداری محک زدم و شروع کردم به تمرین کردن و تجربه کردن. من همیشه دلم میخواد که به خصوص توی خونه های مسکونی که در واقع تعداد بیشتری از مردم رو شاید بتونه که درگیر خودش بکنه، یک کیفیت متفاوت ایجاد بکنم که بتونم اون کسی که توی اون خونه زندگی میکنه رو بتونم یه جورایی غافلگیر بکنم، بهش یک فضای، یک چیز اضافه تری بهش بدم، یه چیزی که قبلا تجربه نکرده. ساختمان 40 گره یه خونه آجوری بود. خب این خونه شانس اینو داشت که بره جایزه آقا خانو و اونجا جزو اون 19 نفر نامینیتی بشه که خب از تمام دنیا پروژه زیادی میاد.
یک فردی از یک قشر متوسطی کارفرمای ما بود، ولی خیلی جالب بود که میگفت من اعتقاد دارم به معماری و دلم میخواد که با یه بودجه کمی یه ساختمونی داشته باشم که ارزش‌های معماری داشته باشه. بنابراین کاملا میخوام فرهنگ رو از اقتصاد جدا بکنم. نمیخوام بگیم که معماری یک چیز لاکچری ابدا نیستش که فقط متعلق به یک قشر خاصی از جامعه باشه. زن بودن شاید دایره کارفرمای منو محدودتر میکنه، یعنی اینکه من باید با کارفرمایی کار بکنم که به یک سطح فرهنگی رسیده باشه که بتونه با یه خانم معمار بتونه تعامل بکنه. خب این خیلی سخت و پیچیده نیست، چون فقط میتونه تأثیر بذاره روی بحثای کمی، روی بحثای کیفی نمیتونه تأثیر بذاره. در پروژه آخرم که خانه تقریب هست، یک نمایی سبز دارم، یک باغ عمودی روی نما هست. با اینکه پروژه خیلی کوچیکه، منتها چون کارفرما خیلی به فضای سبز علاقه داشت، فکر کردم که این فضای سبز رو ببریم روی نما و بعد بردیم روی پشت بام. درسته که این پروژه خیلی کوچیکه و این پروژه شاید اصلا نبتونه روی کیفیت هوا تاثیر بذاره، نبتونه روی زیستگاه پرنده ها تاثیر بذاره، ولی دلم میخواستش که یک پروژه انتقادی باشه به وضعیت موجود. یک نمایی داره که در این نما 3000 قطعه چوبی استفاده شده و هر کدوم از این 3000 قطعه با دست بریده شدن در اندازه های مختلف، و بعد من به افراد گفتم، این آزادی رو دادم که سر اون قطعه ها رو به هر شکلی که میخوان، البته در یک آزادی محدودی، یعنی ما یه دستورالعملی تعریف کردیم و گفتیم که میتونین اینا رو شکل بدین، و کارگرا خیلی خوشحال بودن به خاطر اینکه از اون کار روتینی که همیشه مرتب انجام میدن از اون فاصله گرفتن و احساس کردن که در یک پروژه معماری، در یک کار هنری دارن مشارکت میکنن و سهم دارن. من فکر میکنم که خانوم ها یه وقتا خودشون آگاهانه میخوان که در یک حاشیه امنی قرار بگیرن، یعنی نمیخوان به عنوان نفر اولی باشن که اون، چون نفر اول بودن ریسک باید بکنی، مسئولیت باید بپذیری. یعنی به نظر من این عوامل محدود کننده خیلی وقتا بیرونی نیستن، کاملا درونی هست. یعنی انتخاب خود خانم هاست، حالا که معلوم نیست که از کجا ناشی میشه، شاید این تهنشین های فرهنگ مردسالاریه که اعتماد به نفس شاید بعضی خانم ها رو کمتر میکنه. ولی خب ببینین، سال 2016 که جایزه آقا خان برگزار شد، هر سه پروژه‌ای که از ایران رفت و منتخب جایزه آقا خان شد، در هر سه پروژه نام خانم ها بود. به نظر من این خیلی میتونه برای خانم امیدوار کننده باشه و خیلی خبر خوبیه. شبکه‌های اجتماعی فرصت‌های زیادی را برای هنرمندان و کارآفرین‌ها به وجود آورده، مخصوصاً زنان. از کسب و کارهای کوچک مثل فروش کارهای هنری که در خانه تولید می‌کنند تا تجارت‌های میلیونی که بر پایه شبکه‌های اجتماعی تأسیس شده است. بر اساس آمارهای بین‌المللی، 224 میلیون زن در جهان تجارت خودشان را دارند و یا در حال راه‌اندازی آن هستند. درک بهتر از شرایط کسب و کار و شبکه‌های اجتماعی به زنان در ایران و دیگر کشورها کمک کرده تا کارشان را گسترش دهند. نعیمه نامجو پای گفتگوی چند زن نشسته که با کمک شبکه‌های اجتماعی مثل اینستاگرام و توییتر برای خودشان تجارتی راه انداختند و روی پای خودشان ایستادند. در بروکسل کار حقوقی می‌کردم. بهم گفتن در این محیط‌های سنتی سال‌ها باید منتظر بمونی تا پیشرفت کنی. بعد از اون بود که تصمیم گرفتم کارهای متفاوتی انجام بدم و به واشنگتن مهاجرت کردم. با خواهرم شروع کردیم پست کردن عکسامون از سفرهای خارجی روی شبکه‌های اجتماعی. بعد رفتیم سراغ توییتر و واکنش‌ها خیلی زیاد بود. بعد از اون هم یه وبلاگ درست کردیم. اون موقع تازه اول کار بلاگرها و اینفلوئنسرها بود. مثلا پستی گذاشتیم که وقتی که بودجه کمی دارین، بهترین جاها برای بازدید در کرواسی کجاست. همینطور مثلا ماسکایی رو معرفی کردیم که میشه توی خونه تهیهشون کرد. فکر کنم برای همین مخاطبامون باهاش ارتباط برقرار کردن. بعد از 3 ماه بازدیدها به 100,000 در ماه رسید. بعد از اون مارکا سراغمون اومدن و کار با اونها شروع شد.
اولش برای یه توییت 99 دلار میگرفتیم. حالا رسیده به 20,000 دلار برای یه پست. بعد از اون هم یک آژانس تأسیس کردیم که با اینفلوئنسرها کار میکنه. فکر میکنم فضا برای زنان برای شروع کار تازه بهتر از همیشه است. یکی از عوامل اصلی شبکه‌های اجتماعی هن. وقتی در شبکه‌های اجتماعی کسانی دنبالتون میکنن، قدرت بیان و تاثیرگذاری پیدا میکنید. موضوعی که برای زنان بسیار مهمه. سال 2014 شروع کردم اولین کارم رو روی چمدون کار کردن. اون کار رو گذاشتم اول توی پیج کاریم و خیلی استقبال شد. بعد یواش یواش شروع کردم روی چند تا کفش این کار رو انجام دادم. خیلی همچنان مردم میپرسیدن و پیام‌های خصوصی میدادن. یه پیامی دریافت کردم که یه کفش گرون قیمتی رو دادن به من که من اینو روش کار کنم و من این کار رو انجام دادم. به طرح‌های مینیاتوری روش انداختم و این عکس رو گذاشتم توی پیج کاریم و این عکس جوری پخش شد به صورت ناباورانه که خیلی از مردم فکر میکردن که اون در واقع کارخونه اون کفش سازی در واقع اون طرح ایرانی رو زده. شغل اصلی من در واقع این بود. سفارش های خیلی زیادی داشتم جوری که واقعا بعضی موقع وقت نمیکردم که اینا رو به موقع انجام بدم. استقلال اقتصادی زنان میتواند به تلاش آنها برای داشتن حقوق و جایگاه برابر با مردان کمک کند. رویا محبوب، کارآفرین افغان، سازوکاری را طراحی کرده که زنان افغان بتوانند به وسیله بیت کوین به تجارت آنلاین رو بیاورند و بتوانند به استقلال اقتصادی برسند. گزارش شیدا هوشمندی داستان رویا و زنانی است که در بازار مردانه کار افغانستان راهی نو برای فعالیت اقتصادی یافتند. همه چیز با تصورات آغاز میشه. من از همون دوران کودکی تصورات خیلی بزرگی راجع به خودم داشتم و فهم میکردم که باید متفاوت تر زندگی کنم. از دوره پنتون که فارغ شدم تصمیم گرفتم که کار تجارتم آغاز کنم و اینقدر این دنیا شیرین بود یا اینقدر این دنیا پر از ماجرا بود که ترجیح دادم که باقی بمونم. این روایت رویا محبوب، کارآفرین افغان، از تبدیل یک رویا به واقعیته. او که امروز در نیویورک زندگی می‌کند، شناخته شده ترین زن کارآفرین افغان در حوزه تکنولوژی است. خانم محبوب بنیانگذار استارتاپی است با نام صندوق دیجیتال شهروندان، مؤسسه خیریه که به زنان کشورهای در حال توسعه برای ورود به بازار جهانی کمک می‌کند. بیشتر کار ما در سطح مکاتب یا مدرسه هاست که از سن 12 تا 18 سال هست. دختر آموزش میبینن که چه قسم کد کامپیوتر کار بکنن. برنامه مختلفی برای بخش کامپیوتر داریم، از آشنایی با کامپیوتر تا آموزش های گیم و برنامه‌نویسی تا وبسایت بسازن و در این حال هم یاد بگیرن چطور شبکه‌های اجتماعی رو استفاده بکنن برای اینکه برند بسازن یا مثلا یه کار تجارتی رو آغاز بکنن و برند سازی رو یاد بگیرن. در کنار اون هم ما یک بخش دیگه داریم به نام اینترپرنورشیپ که کمک می‌کنیم اقتصاد خانواده رو تدریس می‌کنیم، که کمک می‌کنیم دخترها بتونن تجارت خودشون رو از سن 16 سال شروع بکنن. این کارآفرین افغان پلتفرمی به نام حواله بازار را راه انداخته که زنان افغان می‌توانند روی آن با ارز دیجیتال مانند بیت کوین تجارت کنند. استفاده از بیت کوین به زنان این امکان را می‌دهد که یگانه مدیر سرمایه خود باشند. از طریق این پلتفرم اون آموزش لازم اول می‌بینه. بعد از این آموزش رو دید، بعد کارش شروع می‌کنه. یعنی باید اون پروداکت رو داشته باشه. پروداکت رو بتونه معرفی بکنه و برای ساختن اون پروداکت هم میتونه دسترسی داشته باشه به نتورک و کسانی که در این پلتفرم هستن. بفهمه که از کجا باید موادش رو تهیه کنه و چطوری باید کارش رو آغاز بکنه. وقتی این کارش هم آغاز کرد، خب بالاخره یک نیاز داره که مثلا یک پول ابتدایی رو داشته باشه تا بتونه همون مواد اولیه رو تهیه کنه یا به اصطلاح فروشات اولیه‌اش رو داشته باشه. که باز اون هم میتونه از طریق گرفتن قرضه یا وام کوچک بتونه کار خودش رو آغاز بکنه. ایده حواله بازار از آن جایی متولد شد که رویا می‌دانست بسیاری از زنان کارآفرین حساب بانکی ندارند. روی حواله بازار می‌توان محصول یا خدمات را در ازای بیت کوین فروخت و بعد معادل آن را در صرافی نقد کرد.
برای رویا و همکارانش راه اندازی این پلتفرم آسان نبوده، چرا که اقتصاد افغانستان پذیرای زنان نیست. آخرین آمار سازمان ملل نشان می‌دهد که نرخ مشارکت اقتصادی زنان در افغانستان 19.5% است که اگر در کنار نرخ مشارکت اقتصادی بیش از 85% مردان گذاشته شود، تصویری دقیق‌تر از بازار کار مردانه این کشور به دست می‌دهد. افغانستان در رتبه بندی شاخص نابرابری جنسیتی سازمان ملل رتبه 153 را در میان 189 کشور دارد. نابرابری جنسیتی در افغانستان تا حدی ریشه فرهنگی دارد. همزمان مسائل امنیتی هم دستاویزی برای ماندن زنان پشت این درهاست. مشارکت برابر زنان و مردان در اقتصاد می تواند به کل اقتصاد کمک کند. یک تحقیق در کشورهای مسلمان نشان می دهد که افزایش مشارکت اقتصادی زنان بیش از 1.5 تریلیون دلار به اقتصاد اندونزی کمک کرده. در عربستان و ترکیه بیش از 1 تریلیون دلار و در ایران 500 میلیارد دلار. این اقتصادها هنوز اما با برابری کامل زن و مرد در بازار کار فاصله دارند. از سال 2000 به این سو 50 میلیون زن در کشورهای مسلمان وارد بازار کار شدند. هر روز هم به سهم زنان از سفره اقتصاد اضافه می شود. روزی که برابری اقتصادی زن و مرد محقق شود، تاریخ تلاش کارآفرینان زن مانند رویا را به همه یادآوری خواهد کرد. شیدا هوشمندی، بی بی سی. هر لحظه بیش از 800 میلیون زن در جهان در دوره عادت ماهیانه هستند، جریانی که نشان دهنده سلامت و فرزندآوری است. با این حال قاعدگی هنوز در برخی نقاط افغانستان یک تابو است. چندی پیش یونیسف اعلام کرد که نیمی از دختران افغان پیش از بلوغ در مورد قاعدگی آگاهی ندارند و 38% دیگر به دلیل شروع همین قاعدگی از رفتن به مدرسه سرباز زدند. جزئیات بیشتر از نسرین نوا از کابل. موادی که قرار است تبدیل به نوار بهداشتی شود، محصولی پر مصرف در دوران قاعدگی زنان. 250 نوار در یک دقیقه تولید و به بسته بندی می رود. اگرچه این محصول یکی از نیازهای اساسی زنان است، اما زنانی هستند که حتی با نام این محصول ناآشنا‌اند. در بعضی از ولایت افغانستان مردم حتی نمی‌شناسند، چون یک چیز نو از برشان ها. این تولید ما فعلا در 20 ولایت افغانستان تقریبا رفته و امید داریم که تمام افغانستان ما کوشش بده. نیازی که او را هر ماه به اینجا می کشاند. سلام، من یک نوار بهداشتی می خواستم. می گوید دیگر با اشاره نه، بلکه با افتخار صدا بلند می کند. نید پلاستیک عادی بندازم. قصدن این کار را می کند تا به عادی شدن این قضیه کمک کند. در دست می گیرد تا به همه نشان دهد خریدن نوار بهداشتی شرم نیست. در اولین تجربه ها من خیلی دچار افسردگی می شدم. یک نوع حس بد پیدا می کردم. حس می کردم که چون در روستایی که من زندگی می کردم کل مردم می گفت که دختر وقتی که مثلا پریود هست، خانم وقتی که پریود هست نباید دست به قرآن بزنن، نباید دست به چیزهای مقدس بشن، چون در این دوران در این دوره که نو پریود هستن نجس میشه. ولی با مرور زمان فعلا من به عنوان یک چیز خیلی قشنگ به این نگاه میکنم. میبینین کتابش خیلی دختری که دشواری های زیادی را در مسیر بلوغ تجربه کرده حالا دست به نوشتن زده. آنچه دختران باید بدانند، رساله کوچکی برای کمک به دختران نوجوان. زمانی که رساله آنچه دختران باید بدانند را خواستم که بچه ها برسانیم، خیلی کسایی هستند که مخالفت میکنند، میگن که تو به نحوی میخوای چشم دختر خانم ها را سفید بسازی، در حالی که اگر این آگاهی ها نباشه دختر خانم ها برای پیدا کردن معلومات به کدام مسیرها میرن. میبخشین با ما صحبت میکنین در رابطه با پریود؟ پریود آقای رو صحبت میکنیم. من دقایق طولانی هست که اینجا از هر خانومی تقاضا میکنم تا در رابطه با پریود با ما صحبت بکنه، اما هیچ کس تا حالا حاضر نشده با من که هم جنسش هستم در رابطه با این موضوع حرف بزنن. پریود یا قاعدگی دختران مسئله هست که از خانواده تا جامعه کمتر مورد بحث قرار میگیره.
چندی پیش وزارت آموزش و پرورش کشور به همکاری وزارت بهداشت و یونیسف راهنمای بهداشت فردی دختران در دوران قاعدگی را منتشر کرد. راهنمایی که جز مضامین درسی می شود تا به دختران کمک کند با آمادگی به استقبال بلوغ بروند. عدم آموزش لازم در مکاتب و شرم شریکسازی این موضوع با دختران در خانواده ها باعث می شود که آنها بدون اطلاعات لازم با این تجربه روبرو شوند. میزان آگاهی و شناخت اگر کم باشد این قسمت ها در اولین تجربه شن باعث می شود اینا شدیداً دچار افسردگی شوند، ممکن اقدام به خودکشی بکنند، انزوا برایشان به وجود می آید، از درس معمولا یک مقداری پس میمونن و از نظر روابط اجتماعی اینا دچار مشکل میشن. عدم دسترسی به لوازم بهداشتی در بسیاری از نقاط افغانستان دغدغه دیگری است برای دختران. نبود این محصول، عدم فرهنگ استفاده از آن و عدم توانایی اقتصادی برای خرید آن دختران بسیاری را وامی دارد تا از شیوه های سنتی استفاده کنند. نسرین نوا، بی بی سی، کابل. هر هفته همین ساعت میتونید بیننده گزارش هایی باشید که در این برنامه انتخاب شده. برنامه خبرنگاران تا یک هفته روی وبسایت ما به نشانی bbcpersian.com و همینطور روی صفحه یوتیوب bbcpersian قابل دسترسیه. تا برنامه بعد، بدرود.